امروز میخوام در رابطه با تکنیک سویاتو صحبتی داشته باشم و فرق سویاتو رو در اتدو با خطای دیگه نشونتون بدم. میدونید که ما سویاتو رو در اناتوا تو محور هایما داریم، در اتدو داریم، همینطور در سوتو سامسامایه و خطای بالا. امروز بیشتر میخوام روی اتدو تمرکز بکنم و بهتون نشون بدم، به خاطر اینکه یک مقدار سویاتویی که در اتدو انجام میشه با تکنیک های خصوصی دیگه فرق داره. برای مثال در اناتوا ما سویاتو رو برای دفاع ضربه دست اجرا میکنیم، ولی در اتدو ما سویاتو رو برای دفاع ضربه پا. ولیکن در اتدو هنگامی که ما دفاع ضربه پا رو انجام میدیم، عکس العمل تکنیک به صورت یک واکنش در جلوی بدن انجام میشه که خود اون عکس العمل به صورت کنجماست، یعنی در حقیقت نیما کنجما رو انجام میدیم همزمان با تکنیک سویاتو. برای نشونتون اگه بخوام بدم، یعنی ما تکنیک رو از بالا به پایین که میاریم برای روی ضربه پای حریف، روی ضربه پای حریف عکس العملش با کنجما زیر ضربه دست حریف انجام میشه به این شکل. و این دست باید کاملا بیاد بالا، یعنی تو روی سینه اگه باشه هنوز ضربه به بدن ما میخوره، باید کاملا بیاد بالا در ضربه از سر ما رد بشه، میخوره زیر ضربه. و این حرکت سویاتو از بالا به پایین روی پای حریف. حالا قدرت گیری و عکس‌العمل سازی این تکنیک به چه شکلیه؟ ما در اتدو اگه توجه بکنیم، وقتی که وایما دوماها رو انجام میدیم معمولا یه آخما پشتشه به عنوان عکس‌العمل رو همون حرکت آخما رو انجام میدیم. ولی در این محور سویاتو ما آخما رو نداریم، دستمون پایینه، به این حالت که حالت غیر کلاسیک که داریم استیپ بدلیتری پلیز، از حالت وایما دوما دست مخالف میره بالا برای قدرت گیری و بعد دست ها روبروی همدیگه مخالف همدیگه حرکت میکنن و بعد از قدرت گیری برای عکس العمل سازی این دست کنجما نیما کنجما رو انجام میده و بعد دست راست سویاتو رو که در حرکت با همدیگه دو ضربه رو دفاع میکنن به این شکل. دست پشت اول میره بالا و بعد ضربه. کاملا کنجما در 45 درجه است، از پایین به بالا و سویاتو از بالا به پایین در محور 90 درجه یا 0 به این شکل. یک مسئله هم که باید توجه کنید، ما پامون در قید کلاسیک درسته، خلاصی وقتی بریم برای سویاتو خور برمیگردیم به خور امانتو و برمیشینیم روی پاها، چون که تکنیک روی پای حریف میشینه مجبوریم که تقریبا وزن بدن رو 50-50 بکنیم که بشه با این دست کاملا قدرت داشت روی ضربه حریف.